بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. همونجوری که میدونید سالها هست در تلویزیون مردم برنامه‌ای داریم به نام پناهجویان را دریابیم. پناهجویانی که فامیل من و شما هستند، دوست و آشنای من و شما هستند، جوانهایی هستند که از جور و ظلم حکومت دیکتاتوری آخوندها قید کشور و مملکت رو زدن و هر کدام به کشورهای دیگه‌ای پناهجو شدن و امیدوارن تا پناهنده بشن و بتونن زندگی کنن و آزاد باشن. این آزادی و قدر آزادی رو اونایی میدونن که مدتی در بند بودن. یکی از این دوستان آقای پیمان سرکاری هست از دانمارک که من به ایشون سلام میکنم، خوش آمد میگم به تلویزیون مردم. ازشون میخوام که چند دقیقه راجع به خودشون برای ما توضیح بدن که پیمان سرکاری کیه، بچه کجای ایران هست، چرا امروز در دانمارک و این دیکتاتورها چقدر به اینها فشار آوردن که اینها قید فامیل رو که نمیشه زد، ولی دوری فامیل رو تحمل میکنن و حقیقتا در یک حالت برزخ زندگی میکنن و امیدوارن که با قبول پناهندگیشون در اون کشور بتونن تصمیم بگیرن که مابقی زندگی رو چجوری بگذرونن. آقا خیلی ممنون که با ما هستید. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما میذارم تا با بینندگان و شنوندگان صحبت کنید. بفرمایید. با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان محترمتون، من پیمان سرکاری هستم، تقریبا 44 سالم هست، از آبادان متولد شدم و شیراز من بزرگ شدم و حدودا 5 سال هست که در دانمارک هستم و به خاطر مشکلاتی که توی ایران برام به وجود اومد و به خاطر که اونجا من دینم رو تغییر دادم و من نمیتونستم دیگه توی ایران بمونم چون شرایط برام سخت شده بود و حکومت دنبال من بود و به ناچار من از ایران خارج شدم و به دانمارک پناهنده شدم. پس شما نوکیش مسیحی هستید؟ بله بله. آقای سرکاری، بعضی ها میگن که تو ایران اینایی که دینشون رو عوض میکنن و اینها هیچ مشکلی ندارن. بعضی ها میبینیم حتی اون آقای کشیش سعید بود که گرفتنش چند بار و اینها، اوضاع افرادی مثل شما که دینشون رو تغییر میدن، چون به نظر من هر کسی باید آزاد باشه، اصلا طبق اون قانون حقوق بشر هم هر کسی آزاد هست که دینش و راه زندگیش و اینها رو خودش انتخاب کنه، ولی متاسفانه تمام دیکتاتورها باور دارن که اونها درست فکر میکنن، دین اونها فقط درست هست و یه جورایی به زور میخوان ما رو ببرن بهشت خودشون، که من میگم آقا اون بهشت خودتون، پیشکش خودتون، من حاضرم با این دوستانم برم جهنم ولی با شما در بهشت نباشم. یه مقداری توضیح بدید برای ما شرایط افرادی مثل شما که در ایران دینشون رو تغییر میدن، چجوری اونها متوجه میشن وقتی شما رو دستگیر میکنن، به اصطلاح چی میگن به شما؟ خب مخصوصا مسیحیت حالا یه دینیه که کتاب داره، دین ابراهیمی هست، از لحاظ قانون اساسی حتی اونها نباید ایرادی بگیرن. یه مقداری ماها رو آشنا کنید با این شرایطی که شما داشتید و دیگران دارن. اسلام میگه که هر کس از دین من خارج بشه و به هر دین دیگه به پیونده حکمش اعدام هست و مرتد هست و حکم مرتد اعدام هست و کسایی که مثل من این شرایط رو دارن و دوست دارن به مسیحیت گرایش پیدا کنن، اونا هم تحت تعقیب قرار میگیرن، زندان، شکنجه و اعدام، چون که اونا نمیخوان اینو بپذیرن که یه اندیشه دیگه ای، یه تفکر دیگه ای بیاد توی اون جامعه و بخواد این
تفکر، این اندیشه رشد پیدا کنه و حکومت رو و اسلام رو در خطر بندازه، و به خاطر همین شدیداً اونو محکوم میکنن، شدیداً باش برخورد میکنن، و ماها مجبور میشیم که به خاطر این ترس از جونمون از کشور خودمون خارج بشیم و پناه بیاریم به این کشورهای اروپایی یا حتی آمریکایی و کشورهای دیگه. شما گفتید که 5 سال توی دانمارک هستید، چرا اینقدر طولانی؟ بس. چرا اینها به اصطلاح زودتر یا سریعتر به وضعیت شما یا پرونده شما رو بررسی نمی کنن؟ چه ایرادی هست توی این کشورها؟ فکر میکنید که اینها مثلا یک موافقتی یا توافقی با دولت ایران دارن که شماها رو بیشتر سرگردون کنن که خسته بشین از این شرایط؟ کلن چی فکر میکنید؟ چون اون وقتا انقدر نبود، توی 6 ماه ماکسیموم 18 ماه تکلیف طرف معلوم میشد و میرفت به اون کشور سالسی که میخواست، یا اینکه در همون کشور پناهندگی رو بهش میدادن که میتونست پاسپورت بگیره، میتونست کار کنه و شرایطشون بهتر بود قبلا. شما چه فکری میکنید که چرا اینها اینجوری اذیت میکنن شما و دیگران رو؟ اول موضوعی هست که اینجا تعداد پناهجویان خیلی زیاد شد، خالی اون مدتی که 5 ساله خیلی پناهجو اومد داخل اروپا و دانمارک، و به خاطر همین این رسیدگی به اینا خیلی مدت زمانی طول میکشید. و من متاسفانه توی دادگاه به هم منفی دادن، چون که منو باور نکردن، ایمان منو باور نکردن که من واقعا ایمان آوردم به عیسی مسیح، و به خاطر همین به من منفی دادن، و به خاطر همین پرونده من طول کشید این همه، و ولی الان خدا رو شکر پرونده من مجدد باز شده و در حال پیگیری هست. وقتی شما میگید پروندهتون باز شده، مخصوصا بعد از اینکه قبلا گفتن که کیس شما قابل قبول نیست، آیا به شما وکیل هم میدن که بتونه با قوانین اونجا از شما بهتر دفاع کنه؟ مخصوصا الان که ما داریم با شما مصاحبه میکنیم، ماه سپتامبر هست و به اصطلاح اینها یه جورایی باید طبق چند، یعنی طی چند ماه وضعیت شما رو معلوم کنن. وکیل دارید شما؟ وکیل امیگریشن دارید یا اونا مخارجش میدن یا شما باید از جیب خودتون اون هزینه رو پرداخت کنید؟ طبق قوانین اینجا شما وقتی که از اداره امور خارجه جواب منفی میگیرید، بهتون وکیل میدن، یه لیستی دارن که طبق اون لیست شما انتخاب میکنید اون وکیلتون رو، بعد منتظر دادگاه میشید. حالا این تایم ممکنه طولانی بشه، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، حتی بیشتر امکان داره این تایم طول بکشید که شما برید دادگاه. وقتی میرید دادگاه و اقامت میگیرید اونجا، که دیگه میرید سر خونه خودتون و اون برنامه هایی که براتون میچینن برای مدرسه و برای کار و اینا، اگر منفی بگیرید 1 ماه بعد باید از دانمارک خارج بشید. اگر خارج نشدید باید انتقال میدن به یک کمپ بسته پناهندگی که باید اونجا هر 2 روز یه بار امضا کنید، و شرایط دیگه اونجا سخت هست، و دیگه اونجا وکیل ندارید که بخواد دنبال پرونده شما باشه، و اگر بخواد شما پروندهتون باز بشه مجدد، باید یا یک کیس جدید یا از همون کیس خودتون یه مدرک جدیدی باید ارائه بدید که باز بشه پرونده شما. و من توی این مدت تلاش کردم و مطمئنم عیسی مسیح بهم کمک کرد و معجزه شد که پرونده من با این سری مدارک
جدید آماده کردم و دادم و پرونده من باز شد و وقتی که باز میشه شما باز میتونید وکیل بگیرید و الان من وکیل دارم. بسیار ممنون، خوشحالم که هم وکیل دارید هم امیدوار هستید. و من فیلمی رو در حین برنامه شما نشون دادم که روی یوتیوب هم هست، لینکش هم زیر تصویر میاد. خب همین فیلم به تنهایی آخوندا یا حکومت ایران میتونه به شما بگه که شما مرتد هستین و شما رو اعدام کنن. چجوریه اون وقت دانمارک؟ چون شما مثل که کتاب هم نوشتید کلن، یعنی به غیر از فعالیت دینی و اجتماعی فعالیت هنری هم دارید، یه مقداری در اون مورد صحبت کنید. من لینک فیسبوک شما رو میخواستم کلیک کنم که اونجا رو هم نشون بدم، متاسفانه توی آمریکا بلاک شده، ولی لینک فیسبوکتون موجود هست زیر تصویر شما. یه مقداری در رابطه با کتابتون، اون ویدیو که شما دکلمه میکنید و یه نفر دیگه به اصطلاح میخونه، و صفحه فیسبوکتون و فعالیتاتون کلن صحبت کنید. درباره من توی مسیحیت ما باید بشارت بدیم و در انجیل متی ما میخونیم که عیسی مسیح میگه به شاگرداش میگه بروید و همه اقوام را شاگرد من سازید و اونا را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و من به این نتیجه رسیدم که باید من بشارت بدم و قبل از اینم من بشارت میدادم ولی حضوری عملی. و ما مسیحیان معتقد هستیم که عیسی مسیح که روح القدس در زندگی ما فعالیت میکنه همیشه. این انگیزه رو به من داد که من یک کتاب بنویسم برای کسایی که میخوان با مسیحیت آشنا بشن، میخوان بدونن اصلا مسیحیت چی هست، عیسی مسیح کی هست، چه کار کرد و کی بود، از کجا اومد و کجا رفت. اینا رو ما ایرانی ها غالبا کتاب خون نیستیم. حالا اونایی که درس خون هستن فرق کنن با کسایی که در مورد سایر چیزهای دیگه مطالعه میکنن، در مورد زمینهای دیگه ای خیلی کم هست این قشر. حالا حداقل اون چیزی که من دیدم و وقتی من خودم وقتی کتاب مقدس رو به هم دادم که گفتم بخون، دیدم حجمش خیلی زیاده و دیدم حجم زیادی و واقعا حوصله خوندنشون من نداشتم. اینجور آدم های مثل من خیلی زیاد هست که وقتی یک کتاب بهشون پیشنهاد میشه شما برید اینو بخونید، مطالعه کنید، حالا در هر بابی در هر زمینه ای، وقتی که ببینن اول میگن چند صفحه است چه جوریه، بعدم چند صفحه اول رو میخونن دیگه حوصله‌شون سر میزنن کنار. ولی من یه روز توی کلیسا داشتم، اون کتابخونه کلیسا کوچیک بود، داشتم اونو میدیدم، بعد به یک کتاب برخورد کردم که ترجمه شده یک کتاب دیگه بود از مسیحیت به فارسی، اون ترجمه شده بود به فارسی. این افتاد توی ذهن من که منم میتونم برای اونهایی که بیان میخوان با مسیحیت آشنا بشن، من یه خلاصه شده یه گزیده از کتاب مقدس بنویسم که از کجا اومده و به کجا میره و هدف چی هست و مسیح چی بوده. اینو من شروع کردم هر روز نوشتن و از منابع مختلف الهام گرفتن و نوشتن و همین جوری وقتی می نوشتم گفتم پس میشه اینا هم کلام خدا رو از طریق فیسبوک هم میشه انتقال داد به همه مردم تو کل دنیا، چون توی ایران نه به یوتیوب دسترسی دارم و من نمیتونم راحت کتابم رو بفرستم ایران، پس خوبه که منم بتونم
از طریق فیسبوک کلام خدا رو انتقال بدم و بتونم بشارت بدم، هم از طریق فیسبوک، هم از طریق رسانه و هم از طریق موزیک. الان موزیک زبان جوانای امروزی شده موزیک. شما هر پیامی رو بخوای برسونی به اون مخاطب، خصوصا نسل جوان، از طریق موسیقی خیلی راحت درکش میکنن، خیلی راحت میفهمنش. و این شد که من یکی از دوستام که الان توی اون فیلم هست داشت یک شعری رو آماده میکرد برای مسیحیت که بخونه، که دیگه من بهش که گفتم که منم دوست دارم توی این شعر باهات همراهی کنم، و این شد که این شعرم خوندیم. هر کدوم از این کارهای شما به تنهایی کافیه تا شما رو اعدام کنن. حالا شما هم رو فیسبوک فعالیت دارین، هم از طریق کتاب و هم تبلیغاتی که انجام میدید. من امیدوارم که همون جوری که قبلا هم دوستانی که اینجا مصاحبه کردن و وکلاشون بیشتر آشنا شدن با شرایط ایران، این مصاحبه به شما کمک کنه تا بتونید اونجا پرونده پناهندگی رو تکمیل کنید و بتونید تصمیم بگیرید که از فردا و با این آزادی دنیای آزاد چگونه زندگی کنید. چون من به خوبی میدونم که درسته که شما توی دنیای آزاد هستین، ولی فکرتون آزاد نیست و از همین نظر میشه گفت شما دارید در برزخ زندگی میکنید و امیدوارم به زودی این برزخ برای شما پایان بیابه و بتونید به زندگی بهتری دست پیدا کنید. من ساکت میشم اگر شما در پایان مصاحبهمون صحبتی دارید با دوستان یا حرفی دارید میخواین اونا رو ارشاد کنید، یا چون میدونم شما میگید که وظیفه شما هست که تبلیغ کنید، من به اصطلاح گوش میدم و شما با دوستان صحبت کنید. خیلی ممنون که با ما بودید. بفرمایید. ممنون. من میخواستم به بینندگان و تمام دوستان و عزیزانی که ما رو میبینن و صدایی ما رو میشنون اینو بگم که خدا ما رو دوست داره. اینو میدونیم که خدا ما رو دوست داره و ما چون ذاتمون گناه آلود هست و به وسیله گناه از خدا جدا شدیم و به خاطر همین احتیاج داریم به یک کسی که ما رو از این گناه ما رو نجات بده. و عیسی مسیح اومد تا گناه های ما رو به دوشش گرفت و مصلوب شد به خاطر گناهان ما، و ما باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم به عنوان یک نجات دهنده، به عنوان کسی که میتونه به ما یه زندگی ابدی بده. من الان به اون ایمان آوردم و در ایمانم هستم. خدا این هدیه رو، این فیض رو رایگان به من داد و منم رایگان باید این خبر خوش رو به همه عزیزان بدم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده ما هست. ما فقط کافیه گوش کنیم، اون پشت در قلب همه ما ایستاده و در میزنه. ما کافیه که گوش کنیم و در رو به روش باز کنیم تا یه زندگی سرشار، حالا همیشه آرامش نیست، ولی خب آرامش وارد زندگی ما میشه وقتی ما در راه مسیحیت میام یاد میگیریم که باید محبت کنیم و ما باید و از طریق محبت هست که همه انسان ها، همه مردم، هر نژادی میتونیم در کنار هم جمع بشیم و یه دنیای آرومی داشته باشیم. ببخشید من مشکل گفتاری دارم یه موقع، اگر هیچ مسئله‌ای نیست برای نه کاملا خوشایند نیست، من عذرخواهی میکنم. اصلا مهم نیست و ما کاملا متوجه شدیم و امیدواریم که دوستانی مثل شما در هر جای دنیا که هستن موفق بشن و اون کشورها هم
با دید بهتری نگاه کنند و بدونن که اینها سرمایه های ایران هستند که امروز مجانی در اختیار اونها قرار گرفتن و اینها هر جا رفتن شهروندهای خوبی بودن، افراد موفقی بودن و امیدواریم که در آینده با شما باز گفت و شنودی داشته باشیم و خبر قبولی شما رو داشته باشیم و بتونیم باز بیشتر با شما صحبت کنیم. خیلی ممنون ده. که با ما بودید. موفقیت شما آرزوی ماست. سلامت باشید. من تشکر میکنم از شما و بینندگان برنامه. خیلی ممنون. به امید دیدار، به امید روزهای بهتر. ممنون شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.